گرانبها.com. عنوان این موعظه: تبدیل پولس رسول از شهید هایک هوفسپیان. در زندگی سولوس که بعدها پولس رسول شد و همه شما رو میشناسید، نکات زیبایی هست، هم برای کسانی که هنوز با مسیحیت آشنا نیستن، هنوز مسیح رو نشناختن، هم برای کسانی که ایماندار هستند و میخوان مسیح رو خدمت کنن، چون در اینجا با شخصیت‌های مختلفی آشنا میشیم، با کلیسا آشنا میشیم، با سولوس آشنا میشیم و با هنانیا آشنا میشیم، افرادی که هر کدومشون و هر قدرتی که اونها به کار میبرند برای ما درسی است. واقعا در تاریخ کلیسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم خداوند همیشه سولوس‌هایی رو داشته که قدرت خودش را نشون بده، و من خوشحالم که قضیه نجات پیدا کردن سولوس یا پولس رسول آینده در کتاب مقدس اومده است. این برای ما اومده، برای کسانی اومده که معمولا فکر میکنند اگر جفایی باشه، مشکلی باشه، کلیسا ممکنه سقوط کنه، چون معمولا به طور طبیعی وقتی فشاری یا مشکلی در جایی هست، خب بالاخره اون اشخاص یا اون گروه یا اون کلیسا یا اون دسته ممکنه له بشن تحت این فشارها و طاقت نیارن. ولی خداوند عمدن پولس رسول را در کتاب اعمال رسولان قرار داده است که ما ببینیم که کلیسای مسیح واقعا همیشه استوار و با قدرت میتونه پیش بره. خداوند عمدن استیفان را در اعمال رسولان قرار داده که ما ببینیم که افراد ممکنه شهادتشون اون موقع اثر نکنه، ولی حتی با مرگشون و در مرگشون میتونه شهادت بدن و دیگران رو به سوی مسیح هدایت بکنن. و اما وقتی نگاه میکنیم به حالت پولس یا سولوس سابق، شخص بدون مسیح رو کاملا میبینیم، اون هم شخصی که ادعای مذهب میکنه. ما متاسفانه مخصوصا اهالی خاورمیانه و جهان سوم تقریبا به این فکر هستیم که اگر کسی مذهب داره، حالا هر مذهبی، یعنی همه چیز داره، و اگر کسی مذهب داره احتیاجی به کلیسا نداره، و اگر کلیسا میاییم فقط شاید برای اینه که میگیم خب من که مذهب دارم ببینم مذهب دیگران چیه. و سولوس هم یک چنین فکری میکرد، در این حال که او شخصی بسیار مذهبی بود، بسیار متعصب بود، بسیار پابند به مذهب بود، مرتب نماز، روزه و تمام اصول و فروع دین یهود را انجام میداد، از ده یک گرفته از تمام چیزها، تمام مراسم مختلف مذهبی. در واقع شخصی بود بسیار از خودش راضی، چون مذهب چیز خوبیه، ولی یکی از ضعفایی که ممکنه پیش بیاره غروره. اون کسی که لا مذهبه لااقل این رو میدونه که مذهب نداره، بدون مذهبه، ولی کسی که مذهب داره و تعصب هم داره، یکی از حیله های شیطان اینه که او رو در همین به اصطلاح مخمسه، در همین تار عنکبوتی که خودش برای خودش بافته بندازه، و او با این غرور که من که مذهبی هستم، من که خدا رو میشناسم، از تمام حقایق دیگر دنیا خودش عقب بکشه. و این یک از حیله‌های شریر هست که در زندگی سولوس نیز عمل کرد. او از خودش راضی بود، او فکر میکرد حالا که تمام مراسم مذهبی رو انجام میده، بنابراین دیگه هیچ اشکالی در زندگیش نیست، نیازی به هیچی نداره. همینجوری که امروز هم اگه شما در خیابونها بگردید، چه کشور ایران باشه چه کشورهای دیگه، و از مردم سوال کنید، اغلب میبینید که میگن بله من آقا مگه بیدین هستم، من دین دارم، ایمان دارم، خدا رو میشناسم. و این یک کلاه شرعی شده بود برای سولوس نیست که من که دین دارم، من که بیدین نیستم. شاید مسیحیت به درد بیدین ها میخوره، ولی برای ما آدم های مذهبی و متعصب و خداپرست چه لزومی داره من کانال عوض کنم؟ آیا من لازم دینم عوض کنم؟ برای همین وقت سولوس میشنید که بعضی از یهودی ها به اصطلاح خودش دینشون رو عوض کردن، تغییر مذهب دادن، ناراحت میشد، و چنان این ناراحتی او را عصبی کرده بود که در اون اوج به اصطلاح غیرت مذهبیش فکر میکنه که ریشه کلیسا رو بکنه، فکر میکنه که مسیحیت رو از بین ببره، فکر میکنه که این مرامی که باعث شده دین خودش تضعیف بشه و هم مسلکان خودش
به سوی این مذهب جدید برن این رو از ریشه بباره و برای همین کاغذهایی میگیره، دستورالعملهایی و مجوزهایی برای اینکه مسیحیان رو در منطقه سوریه و دمشق دستگیر بکنه و اونها رو بیاره به اورشلیم و به این صورت به مسیحیان اورشلیم هم نشون بده که ببینید شما هر جا فرار کنید ما هستیم و ما ریشه شما رو میکنیم. و این نشون میده که انسان حتی با وجود داشتن مذهب ممکنه چقدر خونخوار باشه، ممکنه چقدر قسی القلب، سخت دل و به اصطلاح با غیرت انسانی یا تا حدودی با غیرت شیطانی سعی بکنه با خدا مبارزه کنه. انسان مذهبی ولی در عمل داره با خدا مبارزه میکنه. سولوس حتی در خوابش هم فکر نمی کرد که این کاری که او میکنه جنگ با خداست. او فکر میکرد زندانی کردن مسیحیان، شکنجه دادنشون و کشتن اونها خدمتیست به خدا. کما اینکه امروزه هم در دنیا خیلی هستن که اگر چنین کارهایی میکنن واقعا فکر میکنن دارن خدا را راضی میکنن. و این درسیست برای من و شما. ما خیلی از خودمون مطمئن نباشیم، خیلی از وضعیت خودمون مطمئن نباشیم، از مرامی که داریم و مسلکی داریم 100% نچسبیم بگیم همینه که هست، هیچ چیزی مثل مال من وجود نداره. یه کمی تفتیش کنیم. سولوس گفت، دیگران هم گفتند و آخر دیدن که اشتباه کردن، راهی بهتر از مال خودشون هست. مذهب برای سولوس مثل تکلیف مشق شب بچه ها بود. بچه ای که مشق شبشو مینویسه میشینه که میذاره کنار مشق شب رو و میگه خب من دیگه کارم تموم شد. مثل بچه من دیروز گفت بابا من مشقمو نوشتم، حالا فردام که تعطیله میشه بقیرم صبح بنویسم. نگفتم بله صبح میتونی بنویسی. صبحم نوشت گفت من کارم تمومه دیگه، من کاملم، حالا میتونم بازی کنم. گفتم بفرمایید. مذهب گاهی همین جوره، میگه مشق شبو نوشتم، نمازی که خوندم، روزم که گرفتم، مراسم مذهبی رو بعضیاشو انجام دادم، بعضیاشو انجام خواهم داد، پس من دیگه هیچ تکلیفی ندارم، تکلیف تمامه. و باز بعضی اوقات شروع میکنیم به سنجیدن ما با یکدیگر. این اشکال دیگریش که سولوس و اطرافیانش داشتن و امروز هم مذهبیون دنیا دارن. اگر در محل ما همه اهل دزدی و قتل و چنین چیزهایی هستند و ما دزد و قاتل نیستیم، ما میگیم من واقعا مرد پاکی هستم. در محل ما همه اینطوری هستند ولی من اینطور نیستم. در حالی که خداوند ما را با متراژ و با معیارهای محلی خودمون و مقایسه خودمون نمی سنجه. خدای خطکش جداگانه‌ای داره، خدا مترش جداگانه است، خدا با اون خطکشه که ما را می سنجه که آیا ما کوتاه آمدیم یا واقعا تکلیفمون انجام دادیم. اوست که تکلیف رو معلوم میکنه. و کلام خدا میگه که انسانها، چه سولوس متعصب باشه چه اونهایی که زیاد دنبال دین و مذهب نیستن، همه کوتاه اومدن. کلام خدا میگه آدم پاک پیدا نمیشه در دنیا. کلام خدا میگه آدم مقدس و عادل نیست. چه روحانی باشه انسان، چه جسمانی باشه، چه رهبر روحانی باشه، چه عضو کلیسا باشه، فرقی نمیکنه. انسان انسانه، بچه آدم گناهکاره. و سولوس این رو نمیتونست. و بعضی وقت ما نگاه میکنیم که این غیرت ها چقدر با هم فرق دارن. خدا انسان رو تشویق کرده که برای او غیرت داشته باشه، ولی غیرت خدایی کجاست و غیرت انسانی کجا؟ وقتی انسان با اون غیرت انسانی، غیرت مذهبی، تعصب مذهبی یا ملیگرایی یا چنین چیزهایی یا نجات پرستی پر میشه، چه کارها که میتونه بکنه؟ به نام مذهب، به نام ملیگرایی، به نام نجات پرستی، چقدر فجایع در دنیا در تاریخ قرون وسطا و بعدها میبینیم که انجام شده. به نام خدا، به نام خدا کاتولیک ها مسیحیان واقعی را از دم تیغ گذراندن. به نام خدا بسیاری را به آتش کشیدن و سوزاندن. مسیحیان مسیحیان واقعی را سوزاندن به نام خدا و به نام مذهب. و سولوس هم یکی از همین ها بود که فکر میکرد با این کارش داره خدا رو خدمت میکنه. و ما میبینیم که
عیسی مسیح بر سر راه او قرار میگیره. من خوشحالم که مسیح یه روش نداره. شاید شما بگید برادر، شوهر من، برادر من یا بچه من هر کاری میکنم توبه نمیکنه. روش مال دست من و شما نیست عزیزان. خدا روشش فرق میکنه. شاید خدا برای پسر شما، برای شوهر شما، برای پدر شما از یه راهی استفاده کنه که هرگز به مغزتون خطور نکرده. کمان که همین الان اگه سوال کنم از شما عزیزان که چه شهادت های راجع به نجاتتون دارید، یکی میگه خواب دیدم، یکی مثل برادر ما دیباج که در زندانه، ایشون که 30 سال پیش به مسیح ایمان آورد، میگه وقتی یه روزی همینجوری تصادفاً وارد کلیسایی شدم، دیدم بالای منبر کلیسا نوشته خدا محبت هست. همین جمله میگه من عوض کرد، یه جمله فقط، خدا محبت هست. این که خدا تماماً از محبت ساخته شده، وجود خدا پر از محبت هست، نه اینکه اون محبت دارد بلکه اون محبت هست. میگه این منو دگرگون کرد، مسیر فکری منو عوض کرد، شناخت منو نسبت به خدا عوض کرد. و همونجا زانو زدم و او را به عنوان خداوند محبت خودم قبول کردم. و حالا این برادر در زندان به خاطر خدای محبت هر روز دعا میکنه و خداوند رو پرستش میکنه و خوشحاله، چون خدای محبت در قلب او هست، توی مغز او نیست، در قلب او هست، در روح او رخنه کرده است. کسانی که به سوی مسیح میاند، هر یکی از یک راهی میاند و روش‌های خدا متنوع است. برای همینه که ما هیچ وقت نبایستی ناامید بشید. فکر نکنید تنها راه نجات اینه که کسی بیاد کلیسا، وقتی دعوت میکنیم به جلو بیاد جلو، زانو بزنه، اعتراف به گناه بکنه، توبه بکنه و بعد پاک بشه. این یکی از راهاشه. ولی خداوند هزاران راه مختلف داره. خداوند میبینه یه نفر اونقدر در ثروت میندازه که همین ثروت او را به توبه میاره. یکی رو میبینید خداوند از ثروت ازش میگیره به فقر و روز سیاه مینشونه تا توبه کنه. دیگری رو خدا میبینه که این تا موقعی که سالمه اهل توبه کردن نیست، اجازه میده که مریض بشه و در مرض او را به توبه میاره. بعضی ها گفتن وقتی در خانوادهشون یکی دو نفر فوت کردن، عزیزی یا همسری یا بالاخره بچه‌ای فوت کرده، اونها اون موقع بیدار شدن و توبه کردن. بعضیا در مراسمی که در قبرستان دیدن و با دیدن قبرها توبه کردن. بعضیا برعکس در مجالس عیش و عشرت و به اصطلاح رقص و ساز و آواز در اونجا توبه کردن. روش‌های خدا فرق میکنه. روشی که خدا با سولوس رفتار کرد در تاریخ یکتاست. این روش مخصوص سولوس بود، روش من و شما یه روش دیگری است. و برای همین من خودم رو آماده کردم برای دیدن جلال خداوند به طرز جدیدی، به یک طرز آشکار و مشخص دیگری، غیر از اون روش‌هایی که ما تا به حال سراغ داریم و شناختیم. چون او خدای روش‌هاست. او هزاران متد و هزاران روش داره و محدود نیست. و اما سولوس چجور توبه کرد؟ سولوس صدای خداوند رو شنید و جلال او را دید و این مسئله باعث شد که سقوط کرد از اسبش و کلام خدا میگه پشیمانی شدید به او دست داد. اینها لازمه توبه است. توبه عمیق عزیزان اینه. کسانی که توبه را و اعتراف به گناه را خیلی شوخی و سبک میگیرن، معمولا به اون نتیجه مطلوب نمیرسن. توبه کردن و اعتراف کردن به گناه باید مثل سولوس باشه. سولوس وقتی فهمید که چه کار کرده، فوری اولین سوالش این بود که خداوند تو کیستی؟ یعنی در همون لحظه گفت که من هر چی تا حالا میدونستم فراموش میکنم، من دیگه نادان هستم و چون نادانم، چون هیچی نمیدونم، حالا میپرسم تو کی هستی؟ من تو مذهبم همچین چیزی نخونده بودم، در شریعت من چنین چیزی نیست که یک چیزی نوری از آسمان پیدا بشه و آدم رو بذاره زمین و چشماش نابینا بشه. چنین چیزی در دین وجود نداره. دین فرموله، ولی اینجا من فرمولی نمیبینم. اینجا من یک عشق و محبت آسمانی رو میبینم.
اینجا من کسی رو میبینم از آسمان که من او را و کلیسای او را اذیت میکنم، ولی او با این چشمان محبت آمیز من رو نگاه میکنه و این چشمان چنان محبت آمیز خیره شده که چشمان من رو کور کرده. سولوس توبه کرد و علامت توبهش هم همین بود که سه روز هیچی نخورد. و این میگن توبه. ای کاش ما چنین توبه هایی داشته باشیم در کلیسا. توبه های آبکی به جایی نمیرسه. در بعضی کشورها مرسومه وقتی جلسه تمام میشه یک کارتایی رو میدن در اختیار مردم و اون شخص اونجا مینویسه توی اون کارت که بله من به این وسیله قلب خود را به عیسی مسیح سپردم، در حالی که مثلا آدامس میجا به پای روی پاش هست و بالاخره با قلمش مینویسه امضا میکنه و میگه توبه کردم. همون نوشته کارتو میدن به کلیسا و میگه توبه کردم. ولی توبه کتاب مقدسی اینه. ما هر جایی توبه واقعی میبینیم اینه. یحیی به توبه موعظه مینمود و به مردم میگفت که عمیقاً توبه کنید، اعمال شایسته توبه رو نشان بدید، یعنی ثابت کنید که دارید توبه میکنید. او سه روز چیزی نخورد، نه اینکه گرسنه‌اش نبود، نه اینکه واقعا قصدش روزه مذهبی بگیره، نه، او اینقدر غرق افکار خودش بود، او اونقدر در نقشه این بود که از اون دنیای گذشته مذهبی و تعصبات مذهبیش بپره توی دنیای جدید فیض عیسی مسیح که اصلا غذا خوردن رو فراموش کرده بود. و این چه درس زیبایی است برای کسانی که امشب میخوان قلبشون رو به خداوند عیسی بسپارن. ما اینجا مسیحیت غربی موعظه نمی کنیم، مسیحیتی که متاسفانه خیلی آبکی و رقیق شده. ما مسیحیتی که تا مقدس رو موعظه می کنیم، مسیحیتی که بایستی شما بهاشو بپردازید. ما اینجا موعظه میکنیم که اگه به مسیح عیسی ایمان بیارید ممکنه زحمت ببینید، ممکنه مثل سولوس و دیگران زحمت ببینید، ممکنه از کارتون اخراج بشید، ممکنه از خانواده شما رو بیرون کنن، ممکنه سنگسار بشید، ممکنه در محل اصلا همه چپ چپ به شما نگاه کنن، ممکنه خانوادهتون شما رو نپذیره، ممکنه شوهرتون از شما طلاق بگیره، ممکنه شما رو به کنایس بکشانند. این مسیحیت کتاب مقدسه و من اجازه ندارم اون چیزی را که خدا سخت گرفته سهل و آسان بکنم. مسیحیت غرب متاسفانه به خاطر همین آسان گرفتن مسائل یک مقداری به قهقرا کشانده شده و ضعیف شده، خیلی ضعیف شده و علت اصلیش همینه. ولی مسیحیت کتاب مقدس این عزیزان سه روز روزه گرفت. سه روز نمیگه روزه گرفت، میگه سه روز چیزی نخورد و نیاشامید، حتی آب نخورد. آیا ما چنین توبه کردیم؟ و آیا شما خواهر برادر ایماندار من وقتی گناهی شما را سخت میپیچه و میاید اعتراف کنید اینجوری اعتراف میکنید؟ یا فقط تو جلسه در حالی که دست به جیب بردید همینجوری میگید خدا منو ببخش دیگه، هر چیز ببخش، منم یادم نمیاد ولی تو هر چی یادت میاد ببخش. و وقت انتظار داریم که زندگی ما عوض بشه، پاک بشیم؟ یا اینکه واقعا همون جوری که مقدسین قدیم میکردن برای اون ضعف و برای اون گناه ماتم میگیریم؟ یعنی احساس میکنیم که ما واقعا کشیده ای زدیم به صورت خدا و حالا باید چجور معذرت بخواییم؟ بچه ای که به پدرش توهین بدی کرده، حرف زشتی زده، همینجوری بیاد بگه خب بابا ببخش دیگه، خداحافظ، این که نشد توبه کردن و اعتراف. ولی بچه ای که میبینی یه روز غذاشو نمیخوره، خوابش نمیبره و این پدر میبینه که این بچه واقعا در تلاطمه و بعد از مثلا آخر شب یا فرداش بعد از 24 ساعت بیخوابی بیغذایی میاد میگه بابا واقعا من ناراحتم، این چقدر فرق داره با همین که ببخش دیگه، معذرت میخوام. و خداوند انتظار داره ما اینجوری توبه کنیم. این توبه است که ما رو عوض میکنه، این توبه است که روح القدس رو در قلب ما میریزه، این توبه ایست که کلام خدا میگه اونهایی که با اشکا جلو میان با شادمانی بر میگردن. این اون توبه ایست که با اشکا همراهه، ولی حتما نتیجه اون شادمانی و خنده است، چنان که خداوند قول اون را داده است. برای سولوس مسیحیت یک وسیله نبود. بعضیا فکر میکنن خب من دین دارم، اما خب حالا مسیحی هم باشیم، همون دینمونو داریم، اعتقاداتو داریم، همینو داریم، اینو وصله میکنیم به اون. ولی عیسی مسیح در همه مثالها و تعالیمی که داد فرمود که روش من یه روش دیگه است.
مسیحیت یک لباس جدیده، نه اینکه همون لباس کهنه‌ای که دارید بیارید اینجا تو کلیسا یه وصله اینقدر رو زانوش بندازید. این نیست. و برای همین کسی که به مسیح ایمان میاره باید از تمام اعتقادات و سنت‌ها و روش‌های گذشته‌اش بیاد بیرون، ولی نمیتونه مسیحی باشه. نمیشود دو آقا را خدمت کرد، چون مسیح با هیچ آقایی نمیتونه با هم کار بکنه. مسیح آقای کله، مسیح خداونده، و اگر او خداونده او نمیتونه کنار کسی دیگری بشینه و با او دو نفری با هم حکمرانی بکنن. و بعد سولوس تعمید گرفت. تعمید آب برای همینه. ما تعمید میگیریم که نشان بدیم، که شهادت بدیم که مردم، خدایا، فرشتگان، حتی دیوهای شیطانی ببینید که من مال مسیح هستم. من اینجا دفن میشم و با عیسی مسیح برمیخیزم. و بعد چی میگه کلام؟ میگه از فردای اون روز شروع کرد به موعظه کردن و شهادت دادن. که چی؟ که عیسی پسر خداست. او نگفت برادران حالا اجازه بدید یک سالی من بمونم، یک کمی قوی بشم، ایمانم قوی بشه، بعد از یک سال یواش یواش شروع میکنم. حالا فعلا میگم عیسی پیغمبره. بعد یواش یواش میگم اولوالعزمم هست. بعد یواش یواش میگم شاید پسر خدا باشه. شاید تا دو سال دیگه بگم حتما پسر خدا هست. میگه از همون فرداش. این توبه واقعیه. هر جا توبه واقعی عمیق مثل سولوس هست، فوری اعترافش هم هست. کلام خدا چقدر واضح میگه. و بیدرنگ، شاید به فرداش هم نرسید، بیدرنگ در کنایس به عیسی موعظه مینمود که او پسر خداست. شما چجور موعظه میکنید؟ شما خواهر برادری که به مسیح تسلیم شدید درباره او چی فکر میکنید؟ آیا میگید برادر من مسیحی هستم ولی نذارید محلی ها بفهمن که من مسیحیم، نذارید همکاران من بفهمن، این نشد مسیحیت، من نمیتونم نجات چنین عزیزی رو تضمین کنم؟ و در هیچ جای تضمینی وجود نداره که اگر شما مسیحی بودنتون رو مخفی کنید از مردم به ملکوت آسمان میرسید، چون عیسی مسیح صریحا میفرماید هر که مرا پیش مردم اقرار بکند من هم در آسمان به او اقرار میکنم، هر که مرا پیش مردم انکار بکند من هم کاری نمیکنم، همون کارو تلافی میکنم، من هم در آسمان او رو انکار میکنم. همون لحظه که شما به همسایه‌تون میگید نه آقا من کی میگه، من کلیسا رو دوست دارم، گاهی اوقات میرم، من مسیحی نیستم، همون موقع پدر آسمانی از مسیح میپرسه که این خانم، این دختر خانم یا این آقا، این شاگرد شماست؟ مسیح میگه نه، من اون رو نمیشناسم. چون شما گفتید اون رو نمیشناسم، اون هم شما رو نمیشناسه. ولی اون لحظه ای که حتی در اوج خطر مثل سولوس میستیم و میگیم که من اون رو میشناسم، او پسر خداست، تمام دنیا هم زیر رو بشه باز فریاد میزنیم که او پسر خداست، زبون ما رو با قیچی قطع کنن باز از ته دلمون فریاد میزنیم که او پسر خداست، چون واقعیت غیر از این نیست. چون نمیشه آفتاب رو پنهان کرد. اگر او آفتابی است که بر جهان طلوع کرده چجور میشه آفتاب رو مخفی کرد؟ و چیزی دیگری در این مورد گفت. کسی که به مسیح ایمان میاره مثل سولوس انتظار جفا رو داره. بلافاصله میبینیم همینجا یهودیایی که هم مسلک او بودن وقتی دیدن به قول خود سولوس هم از مذهب خارج شد، حالا اونها ناراحت شدن. این سولوس یکی از رهبران مذهبی بود، بنابراین قتل او واجبه. ببینید انسان در مذهب فقط یه راه میبینه، یک چیز، چون همه چیز فرمولیه، خارج شد قتل دیگه، هیچ وسطش تخفیفی یا فکری یا تعمقی نیست. و برای همین بعدا میبینیم که سولوس از خطرات بسیاری گذشت ولی حاضر بود جانشو در راه مسیح فدا بکنه. چرا؟ چون توبه عمیق کرده بود. کسانی که توبه عمیق میکنند عزیزان شیفته مسیح میشن. برای اونها این دنیا و این جسم و این پول و این مال و ثروت هیچ ارزشی نداره. تمام خانواده رو به رگبار ببندن، اونها مال عیسی مسیح هستن. و اونها میتونن با همین سولوس که پولش شد اعتراف کنن هیچ چیزی نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا سازد. نه قحطی، نه فشار، نه تهدیدات، نه گرسنگی، نه شکنجه. و اما بگذارید در خاتمه نظری هم به زندگی حنانیا این مرد خدا بندازیم. حنانیا صدای خداوند رو در رویا شنید. خداوند در رویا بر این شاگرد خوب مسیحی خودش ظاهر شد و به او آدرس سولوس رو داد.
و چقدر از این سولوس ها عزیزان من مطمئن هستم که دوروبر ما ریختن، منتها چون ما در دعا نیستیم صدا رو نمیشنویم. خداوند فریاد میزنه برو به کوچه راست، اما گوشای ما بسته است، مشغولیم ما. ساعت ها برنامه های مختلف، ساعت ها کتاب های مختلف، نقشه های مختلف، کار بسیار زیاد، شبانه روزی، خودمون رو مشغول کردیم و کمتر وقتی برای خداوند داریم. اونهایی که مردان دعا هستن، زنان اهل دعا هستن و دائما یک گوششون رو برای مردم به کار میبرن که صدا رو بشنون، این گوش ها دائما اجاره دادن به خود روح القدس، به خود خداوند، منتظرن با این گوش چیزی بشنون، اونها میشنون. وگر هنانیا اینجا چیزی نمیشنید، بیچاره سولوس همونجور میمون. سه روز که هیچی، 30 سال هم میگذشت و سولوس همونجور میمان نابینا. و ما پولوس رسول نداشتیم و ما امروز نصف انجیل رو نداشتیم. ولی یک مرد ساده، هنانیا، حتی نمیدونیم رهبر مذهبی بود، یه شاگردی بود، یه مسیحی، شاگرد یعنی مسیحی معمولی، یه ایماندار معمولی، ولی مرد روحانی، مرد رویاها، مرد دعاها. و خداوند به او چی میگه؟ هنانیا میگه برو به کوچه راست و اونجا سولوس رو بطلب، زیرا که اینک دعا میکند. چقدر جالب. همون موقع خداوند میگه که من دارم میبینم سولوس داره دعا میکنه. هنانیا، یه نفر داره دعا میکنه، برو به کمکش. و عزیزان چقدر زیباست اعضای کلیسا و مقدسین گوشهامونو باز کنیم. واقعا چیزی به آخر دنیا نمونده، چیزی به آخر دنیا نمونده. در تمام دنیا این صحبت هست که دنیا به آخرش داره نزدیک میشه. این زلزله های متعدد، این حوادثی که میبینیم، اخباری که در روز میشنویم، اینها واقعا نشون میدن من اونقدر مطمئنم که شاید این مسائل به 10 سالم نکشه. شما باورتون نمیشه که در کشور آمریکا در همین ماه گذشته شیطان پرستان علناً یک نفر رو گرفتن زنده زنده قربانیش کردن در راه شیطان، در کشور مثلا متمدن آمریکا. و این مراسم هنوز ادامه داره. دیگه شیطان خودشو مخفی نکرده در حاله ای از نور، حالا اومده به میدان، خیلی علنی شده این جنگ. و اینا نشانه های روزهای آخر دنیاست. و اینی که من احساس میکنم ما با کلیسا بایستی فریاد بزنه، کلیسا بایستی از این حالت لاک پشتی بیاد بیرون و سرعتشو بیشتر بکنه، چون زمانی نمونده. چون زمان زمانی نیست که ما باغات و زیتون ها و املاک و غیره داشته باشیم و دنبال اموال دنیا بریم. زمان زمانی است که یه لقمه نون خشکمون رو بخوریم و خداوند رو خدمت کنیم و کلیسای او رو تقویت کنیم. این زمان کاره و خدا این زمان رو به ما داده است. و من همیشه در قلبم احساس میکنم کاری نکنم که دم مرگ پشیمان بشم و بگم چقدر فرصت ها داشتم که به جای اینکه به خدمت او بپردازم، گذاشتم وقتم تلف شد، هدر رفت، سر سکه ها، سر مال، سر طلا و جواهرات. نکته دوم در زندگی هنانیا اطاعت کامله. خداوند به او گفت برو. هنانیا وقتی با مغزش استدلال میکرد میگفت نه، اینجور آدمی حتما یه حقه دیگری در کارشه. حتی با خداوند بحث کرد، من میشناسمش، شنیدم راجبش، این اومده مسیحا اینجا رو دستگیر کنه. ولی خداوند گفت که برو. و هنانیا گفت لبیک، چشم. و بلافاصله رفت، هرچی خداوند گفته بود انجام داد. این روز عزیزان خداوند از ما اطاعت میخواد، اون چرا که در کلامش گفته، اون چرا که از طریق کلیسا و رهبران کلیسا گفته میشه. اگر ما اطاعت کنیم، خداوند زندگی ما رو مثل هنانیا و دیگران برکت خواهد داد. نکته سومی هم در زندگی هنانیا هست. ممکن بود بعدها میگفتیم برادر هنانیا لطفا یه شهادت بده، و هنانیا میستاد و با غرور و تکبر ممکن بود چنین شهادت بده که بله، بالاخره خداوند مرا به کار برد و من باعث نجات سولوس شدم و حالا سولوس تبدیل به این پولوسی شده که میبینید. اما آیا این هنانیا بود که سولوس رو نجات داد؟ من بیشتر میتونم بگم استیفان بود. موقعی که استیفان رو سنگسار میکردن، این پولوس یا سولوس که دلش از سنگ سخت‌تر بود اونجا ایستاده بود، ولی وقتی دید که این استیفان سنگ رو سر و کلش میاد و داره دعا میکنه در آخرین لحظات عمرش که خداوند این گناه را بر این سولوس و دیگران محسوب مدار، اینها رو ببخش چون که نمیدانن چی میکنن،
اونجا در واقع دانه ایمان در قلب سولوس کاشته شد. و اینه که عزیزان ما مواظب باشیم که خیلی از چیزها را به حساب خودمون ننویسیم. ما ایمانداران باید مواظب باشیم. نگیم من فلانی را به سوی مسیح آوردم، من اون یکی را شفا دادم، من اون یکی را هدایت کردم. من مطمئنم برای نجات من هزاران دست در کار بوده، برای نجات شما همینطور. من وقتی به تاریخچه خانوادگیمو نگاه میکنم میبینم پدر بزرگ من مثلا 80 سال پیش اهل مطالعه کتاب مقدس بوده، من اون رو ندیدم، اون فوت کرد در بچگی من، ولی او اهل مطالعه بوده و مرد ایمانداری بوده در همون ایمان ساده خودش. خاله من 40 سال پیش، یعنی تقریبا 10 سال یا 7 سال زودتر از من ایمان آورد به مسیح، در همین ایران توبه کرد، خودش و شوهرش. شاید دعاهای خاله من بوده، شاید دعاهای اون پدر بزرگه بوده، اصلا نمیدونم. ولی یک چیز میدونم که دستهای بسیاری در کارند تا ما نجات پیدا کنیم. نجات به همین سادگی نیست که ما به یه نفر حرف زدیم و اون اومد توبه کرد. به قول برادر سودمند که شهادت میداد، مسئله اون زن روس رو میگفت که چطور ایشون وقتی سنگ اندازی کرده بود به طرف اون خانم و بعد اون خانم اومده بود چجور به اون محبت کرده بود به پسری که به طرف اون سنگ مینداخت، میگفت همین باعث شد که قلب من شکست و من از همون بچگی فهمیدم که در این زن چیزی هست که در من نیست و در ما نیست، و این باعث شد که وقتی بزرگتر شد تسلیم مسیح شد. بنابراین برادر سودمند رو کسی دیگه به سوی مسیح هدایت نکرد، جز شاید قدم اول رو اون زن روس گذاشت که شاید خودش هم انجیل هنوز نخونده بود، ولی عمل میکرد به احکام خداوند. و آخرین نکته اینه که چگونه دعای متحد کلیسا میتونه دشمنان کلیسا رو به زانو در بیاره. بدون شک تمام کلیسا برای سولوس دعا میکرد و دعای کلیسا این نبود که خداوند سولوس رو نابود کن، سولوس رو از بین ببر. دعای کلیسا همیشه دعای مثبته. ما هیچ وقت اجازه نداریم مرگ کسی رو بخوایم، به اصطلاح افتادن کسی رو بخوایم، بلکه بایستی دائما یک چیز بخوایم: نجات مردم، آزاد شدنشون، حتی دشمنان کلیسا. خداوندا او را نجات بده. همه در دعایی را میگفتن: خداوندا سولوس را نجات بده، تو میبینی که چقدر ما را اذیت میکنه و میبینی که ما چقدر او را دوست داریم. ما میدونیم که اگر این آدمی که الان کلیساها را به جفا کشیده و به قتل و غارت، اگر این توبه کنه چقدر مرد مقتدری خواهد شد. همینجور هم شد. کی میتونست باور کنه که سولوس بعدها بشه رسول بزرگ عیسی مسیح، کسی که شاید نصف انجیل رو نوشته است، نصف کتاب عهد جدید به قلم سولوسه، همین سولوسی که مسیحا رو قتل و غارت میکرد. و من خوشحالم که چنین شخصیتی ما در کتاب مقدس داریم. سولوس رو خدا اینجا قرار داده که ما مایوس نشیم. شاید شما بگید آقای کشیش من خیلی گناهکارم، این حرفایی که میزنید به درد اونایی میخوره که یه مقداری گناهشون کمتره، مال من خیلی سنگینه. از سولوس دیگه سنگینتر نیست مال شما. سولوس داشت بر میخا و بر کلیسا لگد میزد و مسیح به او فهموند که هر کی با کلیسا در بیفته کلیسا مثل میخ فرو میره تو پاش. اینه که به او این درس تاریخی رو داد و تاریخ این رو ثابت کرده: هر کی با کلیسا در بیفته درست مثل که با مشت بزنه به چشم مسیح، چون خداوند در کلامش گفته است که این فرزندان من مثل چشمای من هستن، برای من عزیزن و من نمیگذارم که فرزندان من از من دور بشن یا از بین برن. سر پا بیستیم یک لحظه و بگذارید در تفکراتمون به یاد بیاریم که ما اگر ایماندار هستیم، اگر مسیحی هستیم، شاگرد مسیح هستیم، آیا روش هایی که مقدسین قدیم، هنانیا و کلیسای قدیم داشتن، آیا ما هم اجرا می کنیم؟ آیا ایمان داریم که امروز هم همین روش ها قابل اجراست؟ آیا ایمان داریم که کلیسا با دعای متحد می تونه همه دشمنانش رو به زانو در بیاره و اونها رو به توبه بکشونه؟ و اگر بین ما عزیزانی هستند که هنوز قلبشون رو به عیسی مسیح نسپردن، یعنی هنوز مسیحی نشدن، آیا میخواهیم ما هم مثل سولوس امشب توبه کنیم؟ آیا نسبت به گناه‌های گذشتمون پشیمون هستیم عمیقا؟ یا اگر شما برادر خواهر ایماندار هستید و گناهانی در زندگی شما رخنه کرده،
آیا نسبت به این گناهان واقعا پشیمونید؟ واقعا ناراحتید؟ واقعا غصهشو میخورید؟ و از ته دل اونها رو اعتراف میکنید؟ یا اینکه یک اعتراف سطحی؟ خداوند برای همه ما در این کلام درس داره. برابرین بگذارید قلبهای خود را برای او بگشاییم، دل خود را برای او باز کنیم، چون او قادره که قلبهای ما را تفتیش کنه. خداوند عزیز، در حضور مبارک و مقدس تو هستیم. تو را شکر میکنم برای حضور عیسی مسیح خداوند در میان ما. تو را شکر میکنم این مسیح زنده که نه فقط بر سولوس ظاهر شدی، بلکه بر همه ما به نحوی ظاهر شدی و ما تو را دیدیم و صدای تو را شنیدیم، تو را شناختیم و شاگرد و پیرو تو شدیم. و حال نیز مجددن اعلام میکنیم که تا پای جان حاضریم دنبال تو بیاییم. تقدیس بفرما این جماعت رو خداوندا، و کسانی را که هنوز قلبشون رو به تو نسپردند عطا کن که امشب توبه عمیق بکنند، و به این صورت خداوندا سولوس های ما امشب عوض بشن، به پولوس رسول ها تبدیل بشن. در نام مبارک عیسی مسیح خداوند شکرت میکنیم. آمین. برای دسترسی به موعظه ها و منابع مسیحی به سایت گرانبها.com مراجعه فرمایید.